28 دی ماه 1397 خورشیدی و 18 ژانویه 2019 میلادی. امشب در صفحه آخر به دو موضوع امیدوارم برسیم. یکی شرکت پایانی پتروشیمی ایران، یا درست‌تر بگم دقیقاً شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ایران، نمونه روشنی از مافیایی که حاصل جمع روحانیت حاکم با یه مش سپاهی و تازه به دورون رسیده بود که به اسم این شرکت ها میلیارد میلیارد پولشویی میشه. خود این نظرات میکنن، حالا خواهیم دید. موضوع دوم تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلابه که اینم یه نمونه است از جمع فاسد قضات دستگاه قضایی. پرده آخرم که آخر برنامه طبق معمول تقدیمی این هفته درباره شکنجه اسماعیل بخشی است از نماینده های کارگران هفت‌تپه که روز یک شنبه 27 آبان به همراه دست کم 20 نفر از جمله اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه بازداشت شد. بازداشت شده ها بعد از مدت کوتاهی، چند روزی، دو سه روزی آزاد شدن، اما اسماعیل بخشی و سپیده قلیان روزنامه‌نگار رو تا 21 آذر نگه داشتن. اسماعیل بخشی 14 دی یعنی 23 روز بعد از آزادیش به قید وثیقه یه نامه سرگشاده نوشت به محمود علوی وزیر اطلاعات و او رو به مناظره علنی دعوت کرد درباره شکنجه هایی که در بازداشتگاه اطلاعات در شوش و اهواز علیهش شده بود، که هفته پیش ماجرا رو گفتیم که بدون اینکه حتی دادگاه ها و محکمه های خودشون بررسی کنن، دادستان کل کشور و دادستان خوزستان و رئیس دفتر رئیس جمهوری و یه عده از نماینده های مجلس همه گفتن اسماعیل بخشی دروغ میگه. واعظی رئیس دفتر روحانی که گفت ما میریم ازش شکایت میکنیم که دروغ گفته که ما زدیمش. فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی میگه اظهار نظر برخی نمایندگان هم دست کمی از اظهار نظر آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نداشت و متاسفانه به دیگر نهادها نیز امیدی نیست، چرا که همه به دنبال تبرئه و منزه کردن هستند، اما این راهش نیست، چرا که آقایان یا تعریف شکنجه را نمی‌دانند یا خود را به خواب زدند. وکیل اسماعیل بخشی با اشاره به مصادیق شکنجه موکلش در مصاحبه با امتداد فکر می‌کنم میگه که موکلم تحت انواع شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته بود که برخی از مصادیق شکنجه نسبت به وی عبارتند از ضرب و شتم حین دستگیری و در طول مدت بازداشت، این چیزی که انکار میکنن حضرات، چشم بند، پابند، دست بند زدن و بستن به صندلی، نگهداری در سلول انفرادی در شرایط نامساعد و غیر انسانی، همچنین مواردی نظیر تلاش برای القای خیانت به وطن و تحت فشار قرار دادن او از این طریق، عدم دسترسی به داروهای خود در تمام مدت بازداشت، اهانت‌های رکیک کلامی، عدم دسترسی به وکیل انتخابی خود حتی در خصوص اتهام غیر امنیتی مستند به تفسیر شماره 20 ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مورد تایید جمهوری اسلامیه، از مصادیق بارز شکنجه قلمداد شده است. وکیل اسماعیل بخشی تصریح کرد علاوه بر اینها محرومیت از دیدار با خانواده، به خصوص فرزند خردسالش، تهیه مستند در بازداشتگاه امنیتی تحت فشار، شنود مکالمات خصوصی او با همسر و خانواده و سوء استفاده از محتوای آن برای تحت فشار گذاشتن او و تهدید به محکومیت و نگهداری در زندان تا پایان عمر از دیگر مصادیق شکنجه موکلم بوده است. وکیل اسماعیل بخشی افزود اگرچه شرح یک ماه شکنجه در یک نشست یک ساعت ممکن نیست، اما در جلسه شنبه 22 دی ماه در شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش شرح آنچه بر سر موکلم آورده بودند تقریبا با جزئیات صورت جلسه شد، که پیشنهاد میکنم با انتشار متن آن افکار و وجدان عمومی در این باره قضاوت کنند. چرا منتشر نمیشود؟ چرا منتشر نمی کنین؟ همین توضیحی که صورت جلسه ای که در طی یک ساعت اسماعیل بخشی و وکیلش در دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش دادن درباره شکنجه، چرا یک طرفه؟
چرا نمیاین یه مقداری مقدارکی حداقل یه مقداری بیاین جلب لااقل اعتماد بکنین تو خودتون، بین خودتون؟ چرا نمیاین اینا رو منتشر بکنین؟ گفتین دروغ گفته فلان شده اینا، خب بیاین یه ساعت توضیح صورت جلسه تو دادسرای دادستانی رو، تو دادستانی شوش رو بیاین اینو منتشر کنیم، بگی آقا اینجوری گفته، اینجوری گفته، ما هم اینجوری گفتیم، اینجوری گفتیم، اینو عیناً منتشر کن، ضبط شده دیگه، بیاین منتشر کن. چرا باید همه چیز مخفی باشه؟ باید شماها علمای اعلام بیاین تصمیم بگیرین که مردم بفهمن یا نفهمن. کی هستین شما که مردم نمیفهمن یا نباید بفهمن؟ ببینید شکنجه فقط این نیست که وکیل اسماعیل بخشی میگه حضرات نماینده ها و اینها، اونایی که گفتن دروغ میگه بخشی، یا معنای شکنجه رو نمیدونن یا خودشونو به خواب زدن. شکنجه فقط این نیست که ببندنتون به تخت و کابل بزنن، نمیدونم دستبند قپونی بزنن و آویزونتون کنن. این چیزایی که هم قبل از انقلاب رایج بود تو زندان های سیاسی، هم بعد از انقلاب. شکنجه یعنی هر ضرب و شتم متهم و هر اقدامی برای خورد کردن کسی که دستگیرش کردن و تو دست مأمور حکومت اسیر و بی‌دفاعه. کسایی که اسماعیل بخشی رو کتک زدن و دستور شکنجه او رو دادن، به طوری که هنوز دنده های شکسته، کلیه ها، گوش چپ و بیزه هاش درد میکنه، اینا قصاص شدن طبق قانون مجازات اسلامی خودتون. کتکش زدن دیگه. آقا جان اسیر رو گرفتین، دستاشو بستین، به صندلی هم بستین، طرف رو گرفتین به باد کتک، دنده هاشو شکوندین. دو ساعت هستن در تمام طول یک ماه بازش، دو ساعت شما این کار کردین. یه دقیقه هم میشه یکی رو کشت با کتک. شکنجه است دیگه. قصاص شدن اینا طبق قانون خودتون، دیه دادن، جریمه نقدی شدن. تقدیمی این هفته به محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. ما تا سال 1375 در واقع قانون جامعی راجع به مسئولین و مأمورین دولتی و اینکه چگونه با افراد زندانی برخورد کنن، با متهمین برخورد کنن نداشتیم. در قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 1375 ذیل مواد 578 و 587 578 و 587 میگه هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد. این خیلی مهمه. فقط دستور دهنده و مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات امر قتل را خواهد داشت. در ماده 587 میگه چنانچه مرتکب جرایم فوق توقیف شده یا محبوس باشد یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد، به 1 تا 5 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی اسفند 1377 به عنوان یکی از واحدهای فرعی شرکت دولتی صنایع پتروشیمی تأسیس شد. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از انجام کلیه امور مربوط به ساخت، نصب، مدیریت و اداره مخازن در پایانه‌ها و اسکله‌های صادراتی و وارداتی در داخل و خارج از کشور به منظور ذخیره‌سازی، صادرات و واردات کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی و سایر اقلام تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی و همچنین سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام کلیه فعالیت‌های صنعتی، بازرگانی، فنی، مهندسی و انبارداری که مربوط به عملیات مذکور است. عمده فعالیت شرکت انجام خدمات تخلیه و بارگیری از اسکله
و ذخیره سازی محصول در مخازن منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در بندر امام خمینی و خدمات تخلیه و بارگیری محصولات تولیدی شرکت‌های گروه در بندر پتروشیمی پارس واقع در اصلویه است. شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ایران صادرکننده 95% تولیدات پتروشیمیایی کل کشور از طریق 22 اسکله که 7 تو بندر امام بندر شاپور سابق و 15 تا اسکله در اصلویه، 19 اسکله مخزن هم داره در بندر امام. واردات خوراک اولیه پتروشیمیای کشور رو هم همین شرکت پایانه مخازن پتروشیمی ایران از همین 22 اسکله انجام میده و در واقع در یک کلام صادرات و واردات محصولات پتروشیمی هم از جامد و مایع رو در انحصار خودش داره. سال 92، اوایل سال 92، هنوز دوره احمدی نژاد بود، این شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ایران خصوصی میشه. این زیر مجموعه وزارت نفت بود، خصوصی میشه. خصوصی شدن حالا میگم به کیا واگذار میشه. 400 تا کارگر داره، 400 و چند تا کارگر داره این شرکت عظیم نفتی. 20 خرداد 97 کارگران شاغل در شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی میگویند در گرمای بالای 60 درجه مشغول کاریم. ما در زمان استراحت و خوردن غذا هم فاقد امکانات مناسب سرمایشی و گرمایشی هستیم و این موضوع بسیار ما کارگران را تحت فشار قرار داده است. آیا سزاوار از کارگرانی که در شرکت‌های همچون مخازن و پایانه ها کار می‌کنند از حداقل‌های زندگی محروم باشند؟ این همه بارگیری و تخلیه کشتی‌ها کنار اسکله‌ها چه می‌شود؟ مگر یک کولر خریدن برای کارگر چقدر هزینه می‌برد؟ زمستان با مشکل سرما مواجهی، تابستان با گرما. یک خبر دیگه هم بخونم خدمتتون در پیوند با همین کارگران پایانه ها و مخازن پتروشیمی که ایلنا منتشر کرده است. میگوید جمعی از کارگران شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی در منطقه آزاد بندر امام خواستار تشکیل نهاد صنفی برای پیگیری مطالبات خود شدند. این کارگران میگویند تعداد ما حدود 400 کارگر رسمی شرکتی و قراردادی است و ما باور داریم که به دلیل خلأهای قانونی نمیتوانیم از حقوق صنفی خود برخوردار شویم. به عنوان نمونه مطلعیم که مطالبات بیشترمان هر ماه با تأخیری 10 روزه پرداخت میشود. حقوقشون رو در دیر میدن و با وجود انجام روزانه بیش از 10 ساعت کار کسی از نحوه دقیق محاسبه مزایای جانبی اطلاع دقیقی ندارد. اضافه کاری هم معلوم نیست. در جلساتی که در اداره کار مناطق ویژه برای رفع مشکلات کارگری با حضور نمایندگان کارگری برگزار می شود، کارگران شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی به دلیل نداشتن نماینده صنفی از حضور در جلسات محرومند. ببینید یعنی هیچ حقی این کارگران ندارن. حالا خواهید دید که مال چه شرکتیه و چه اهمیتی داره این شرکت. و گفتم 95% صادرات و واردات پتروشیمی کل کشور رو این شرکت انجام میده. کارگرش اینجوری، حقوق کارگرش اینجوریه. در واقع همین بهمن پارسال، درست یک سال پیش، 28 و 24 بهمن، کارگرای شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی جمع شدن جلو شهرداری بندر ماشهر. این کار به سخون رسیدن کارگره که به این شعار رسیده ها که اون مسخرگی، درود بر ستمگر، مرگ بر کارگر. ببینین نه کسی تا امروز گذاشته کارگرای شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی حتی تشکل زرد انجمن اسلامی، انجمن چه شورای اسلامی کارگران داشته باشن، نه حقوقشون سر وقت پرداخت شده، نه امکانات اولیه کار و زندگی تو کانکس ها براشون درست شده، هیچی. فقط شرکت و مدیران شرکت سالیانه با ظرفیت تردد 1000 کشتی از هر بندر و بارگیری و تخلیه سالانه 7000 تانکر زمینی و ریلی و 3 میلیون تن جابجایی محصولات در مخازن فعالیت میکنند. چقدر درآمد و سود سالانه در صادرات و در بورس و غیره داره؟
یا در وارداتی که بعد میده به شرکت‌های زیربط. هیچ جا یک اثر از یک رقم پیدا نمی‌کنین که درآمد و سود حاصل سالانه‌شو نوشته باشه، هیچ جا اعلام نمیشه. این شرکت رو سال 92 میان واگذار میکنن به بخش خصوصی مثلا، یعنی کیا؟ یک، شرکت هولدینگ خلیج فارس با نمایندگی محمد شریف شهریاری آتشگاه که هم عضو هیئت مدیره است ایشون، هم مدیر عامله و 10 ساله که با وجود تغییر دو رئیس جمهور و کلی اعتراض و یک بار اعتصاب کارگرای این شرکت همچنان مدیر عامله. ممشریف شهریاری که تو هولدینگ خلیج فارس بود از زمان احمدی نژاد به حکم عادل نژاد سلیم مدیر عامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران شد مدیر عامل پایانه ها و مخازن پتروشیمی ایران. خواهرزاده نژاد سلیم الان رئیس دفتر تهران شهریاری در تهرانه، یعنی لابی اونه. نژاد سلیم تو دولت روحانی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران برداشته شد، همین شرکت که مورد بحث ماست، و شد چیکاره؟ شد مدیر عامل هولدینگ خلیج فارس. بعد وقتی که اون شرکت خصوصی شد، خود این نژاد سلیم که عضو هیئت مدیرش شهریاریه، یعنی اون شرکتی که خود این نژاد سلیم، همین شخص عادل نژاد سلیم، ایشون که قبلا اومده بود به محمد شریف شهریاری همین آدم حکم داده بود، همین آدم حکم داده بود که بشه مدیر عامل پایانه ها و مخازن. ببینین یه مکسی بکنیم، اینا قاطی پاتی میشه، من همجوری که میرم. ای کاش میتونستم خیلی ساده تر توضیح بدم. ببینین، یعنی با در فرصت کم، پایانه ها و مخازن پتروشیمی شرکت دولتی بود تا سال 92. خب بعد رئیسش کی بود اون موقع؟ رئیسش همین عادل نژاد سلیم بود، رئیس دولتی. وقتی که دولت احمدی نژاد عوض میشه، خب یه سری مدیران عوض میشن، دولت روحانی یعنی وزارت نفت روحانی زنگنه اینا میان این شخص رو برمیدارن از پایانه ها و مخازن پتروشیمی و به جاش کی میشه تو پایانه ها و مخازن پتروشیمی؟ آقای محمد شریف شهریاری. محمد شریف شهریاری خواهرزاده این نژاد سلیم رو میکنه رئیس دفترش تو تهران. خب این محمد شریف شهریاری که 10 ساله گفتم که، خب حالا این آدم مدیر عامل پایانه ها و مخازن پتروشیمی. چرا این مدیر عامل پایانه ها و مخازن پتروشیمی؟ چون بزرگترین سهامدار 6 شرکت بزرگ سهامدارن، به ویژه 4 تاشون که حالا میگم یکی یکی، چون بزرگترین سهامدار شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ایران از زمانی که خصوصی شد، این سهامداره رفتن مثلا خریدنش. بزرگترین شرکت سهامدارش هلدینگ خلیج فارس. هولدینگ خلیج فارس هر کدوم از شرکت‌هایی که میان سهام می‌خرن و میان هیئت مدیره یه شرکتی رو که خریدن تشکیل میدن، نماینده یا نماینده‌های می‌فرستن تو اون هیئت مدیره دیگه برای اداره اون شرکت که خصوصی شده. هولدینگ خلیج فارس کیو فرستاده؟ همین آقای محمد شریف شهریاری رو فرستاده اینجا. خب که شده محمد شریف شهریاری شده است مدیر عامل همین پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی. خب حالا تا اینجا رو داشته باشین. از اون طرف آقای عادل نژاد سلیم که مدیر دولتی زمان احمدی نژاد بود و رئیس پایانه ها بود قبل از، یعنی مدیر عامل پایانه ها بود قبل از این آقای محمد شریف شهریاری، نژاد سلیم خودش عضو هیئت مدیره هلدینگ خلیج فارس. همینجوری این مافیا رو، این دایره رو نگاه کنید، داریم میرین جلو. خودش عضو هلدینگ خلیج فارس که الان بیشترین سهم در مثلا شرکت خصوصی شده پتروشیمی پایانه ها و مخازن پتروشیمی داره. خب
امیدوارم قضیه تا حدودی روشن شده باشه، این جا به جایی های مسخره مافیایی جمهوری اسلامی. خب تا اینجا رو حال داشته باشیم. عرض کردم هولدینگ خلیج فارس سهامدار اصلی شرکت پایانه ها و مخازن. یعنی چی؟ یعنی کل ماجرا بعد میگرده به مافیای نجات سلیم و شهریاری. پایانه ها و مخازن پتروشیمی دولتی بود دیگه، تو زمان دولتی بودنش گفتم نجات سلیم ممشریف شهریاری رو میکنه مدیر عامل، بعد پایانه ها و مخازن و اینا خصوصی میشه، جای نجات سلیم هم عوض میشه و میشه مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس که سهامدار پایانه هاست. شهریاری هم با اونا نماینده هلدینگ خلیج فارس، مدیر عامل شرکت خصوصی شده پایانه ها و مخازن پتروشیمی ایرانه که 95% صادرات و واردات پتروشیمی کشور دستش. خب دومین سهامدار پایانه ها و مخازن شرکت نفت و گاز پارسیان، مال سپاه، مال سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، ساتا، زیر مجموعه سپاه. نماینده هاش کیان؟ تو هیئت مدیره شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی آقای سعید صادقی به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای جواد عسقری به عنوان رئیس هیئت مدیره. اینا رو حالا میگم که چه مافیای فامیلی را انداختن اینجا. میلیاردی میخورن مخصوصا چون سپاهی هن، کسی کاری به کارشون نداره. یه سهامدار اصلی دیگه هم سپاه داره تو شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی، شرکت سرمایه گذاری شستان، باز مال همون سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ساتا، با نمایندگی ایشون آقای احمد یزدانی پناه به عنوان عضو هیئت مدیره. بعد سهامدارای دیگه شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی که صندوق بازنشستگی کل کشوره، با نمایندگی مسعود ظهیری ابیانه معروف به کاپیتان که عضو هیئت مدیره است و رئیس کمیسیون معاملات، و شرکت بازرگانی پتروشیمی با نمایندگی شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی مرتضی حیدری به عنوان عضو هیئت مدیره. خب و آخریش هم شرکت تاپیکو وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی. خب که نمایندهش همین تاپیکو، نمایندهش محسن کفایی خوب و عنوان عضو هیئت مدیره است. اینا مثلا بخش خصوصی ان که از سال 92 مالک شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ایران شدن. چجوری کار میکنن؟ از طریق شرکت پیمانکار، طبیعتا با چک سفید از سپاه و بیت رهبر معظم، گفتم سهامدارشون ستاد اجرایی فرمان امام سپاه هن. شرکت مبین در داخل این سهامدار است، مال ستاد اجرای فرمان امام. خب پیمانکارشون کیه؟ میخوام برسم به اون ماجرای پولشویی که عرض کردم. پیمانکار کیه؟ شرکت بندریاران سرامد یا بیسکو، مختصرا بیسکو، بندریاران سرامد. ببینین این وبسایت یه خود دوستان بیاریم پایین تر که اخبار شرکت بیسکو رو ببینیم رو سایتش. بیاییم پایین. ببینین غیر از تبریک و چه میدونم تبریک چه، تهنیت و تسلیت مذهبی هیچ خبر دیگه ای نداره. بالاش هم نوشته خبرهای تازه یا اخبار روزی هم چیزی. اگه بالای همین عکس‌ها رو نگاه بکنیم ببینین اینا اخبار شرکت دیگه، چه بهتر ایناست. خب این شرکت پیمانکاری بیسکو مال کیه؟ این شرکت پیمانکاری مال چیزه، یعنی داره کارهای همین پایانه ها و مخازن پتروشیمی انجام میده که 95% گفتم صادرات واردات پتروشیمی کشور دست اینا، مال کیه؟ مال خود رؤسای شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی. بعد یه سوال اینجا پیش میاد، برای چی یه شرکت دیگه درست کردن به عنوان پیمانکار که کاراشون انجام بده؟ خودشون انجام بدن برای اینکه پولشویی کنن. یعنی چی؟ یعنی از شرکت مادر پایانه ها و مخازن پتروشیمی پول بدن به شرکت پیمانکار که مال خودشونه، از این جیب تو این جیب. خب تا این وسط هر نقطه خالی مشکوک که تو حساب کتاباشون هست، قاطی پرداختی ها و دریافتی های واقعی سوری بین دوتا شرکت هاشون گم بشه، بین دوتا جیبشون. خب چون میفهمن چی هایشن اینجا چی گذاشتن اینجا. شرکت بیسکو با شماره ثبت و مجوز 1956
یه شرکت سهامی خاصه، یعنی دخل و خرج و تصمیم گیریاش فقط در داخل هیئت مدیره تنظیم میشه، هیچ کس حق دخالت و سرکشی داخل اونو نداره، شرکت سهامی خاص. بعد همین شرکت، شرکت پیمانکار، 95% به نام شرکت مادره، به نام شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ایران، 5% به نام هیئت مدیره شرکت مادر. یعنی چی؟ یعنی هر چی پیمانکار پول در بیاره 95% میره تو جیب شرکت مدیره، تو جیب شرکت پایانه ها و مخازن که هیئت مدیره داره اداره میکنه و مسلط برش و خرج و دخلش دستشه، 5% هم مستقیم میره تو جیب هیئت مدیره پایانه ها. یعنی اعضای هیئت مدیره محترم پایانه ها و مخازن پتروشیمی که باشون آشنا شدین و هر کدوم نماینده یه ور نظام مقدسن، هم به اسم 95% سهم پایانه ها میخورن، هم به اسم 5% سهم خودشون، رو دل هم نمیگیرن. 40 ساله نه همینجوری دارن میخورن، رو دل نمیگیرن. حالا اینا از سال 73 و بعد 83 و اینا و 92 هیئت مدیره این شرکت پیمانکار ساختگی بیسکو، اینم ببینیم، یا بندر یاران سرامت، این شرکت پیمانکاری، اینا کیان؟ یکی آقای محمد کیافر به نمایندگی سهم 95% شرکت پایانه ها. کیافر که خودم محو اینجا، کیافر تو شرکت پایانه ها چیکار است؟ رئیس امور حقوقی شرکت مادر، شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی، رئیس امور حقوقی. مدیر عامل شرکت پیمانکاری بیسکو کیه؟ پیمانکاری که داره با این شرکت مادر کار میکنه، یه همه مهمتره، غلامرضا منوچهری. غلامرضا خان قبلا یک کارمند دیپلمه با سمت اپراتور بهره برداری بوده، بعد از 15 سال کار با مدرک دیپلم لیسانس کامپیوتر میگیره از دانشگاه آزاد ماهشهر با معدل 12.5. نه عمدن میگم معدل 12.5 چون شرایط استخدامی وزارت نفت میگه یکی است که تو سمت دیپلم پذیر بوده به اصطلاح استخدامی، این مدرک کارشناسی یا لیسانس بگیره باید معدلش حداقل 13 باشه تا ارتقا بگیره و بره تو سمت لیسانس پذیر. خب ولی نوشته چه ربطی داره به نظام مقدس؟ همش نانوشته است اینایی که داره اجرا میشه. آقای محمد شریف شهریاری مدیر عامل پایانه ها و مخازن پتروشیمی به این غلامرضا خان پست مدیریتی آیتی پایانه ها و مخازن پتروشیمی رو میده. بعدم که شرکت پیمانکاری بیسکو ساخته میشه، همین آقای شهریاری غلامرضا خان منوچهری رو میاره با حفظ سمت قبلی، یعنی مدیر آیتی شرکت مادر، میذارتش مدیر عامل همین شرکت پیمانکار. این منوچهری مدیر عامل شرکت بیسکو، پیمانکار شرکت مادر، هم مدیر آیتی پایانه ها و مخازن پتروشیمی، هم مدیر عامل شرکت پیمانکاری بیسکو که برای پایانه ها و مخازن پتروشیمی کار میکنه. پایانه ها و مخازن در اصل شرکت، خب خود این پایانه ها و مخازن هم در اصل شرکت پیمانکاری صنایع پتروشیمی ایرانه. صنایع پتروشیمی ایران یک شرکت دولتی است، یعنی برای دولت و وزارت نفت، مشخصا صنایع ملی پتروشیمی ایران کار میکنه. شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران شرکت دولتی است، بودجش و صنایع ملی پتروشیمی ایران از وزارت نفت میگیره، از دولت میگیره و به شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی بودجه میده. خب شرکت دولتی بودجه میده به این شرکت خصوصی شده. این بودجه کجا میره؟ بودجه ای که این شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی که خصوصی شده از شرکت ملی پتروشیمی میگیره، یعنی از دولت میگیره برای اینکه کاراش را بندازه دیگه. خب خود این پیمانکار اون یکیه. یعنی چی؟ این بودجه ها کجا میره؟ توضیح میدم. پایانه ها
پروژه های پیمانکاریشون رو باید تو مناقصه بذارن. همین پایانه ها و مخازن پتروشیمی هم. فرض کنین پروژه پیمانکاری چند میلیاردی ایکس میاد رو میز، یکیشون هم همین بیسکوه، به عنوان پیمانکار میخواد ازش بگیره. خب کی چقدر قیمت میده نمیدونیم، کی برنده میشه بیسکو چجوری عضو هیئت مدیره، اینو توجه کنین، فقط من دیگه پیچیدش نمیکنم بیشتر از این. عضو هیئت مدیره پایانه ها یعنی شرکت مادر مسعود ظهیری ابیان است، عضو هیئت مدیره پایانه ها. این آدم تو همون شرکت مادر رئیس امور مناقصاته، هر مناقصه‌ای بخوام بذارن این رئیسش. همین کمیسیون امور مناقصات شرکت مادر که پروژه میده به پیمانکارا، یکی از اعضاش محمد کیافره که همزمان سهامدار و عضو هیئت مدیره شرکت پیمانکاری بیسکوه. یعنی از یه طرف کارفرماست، از یه طرف پیمانکار و تعیین کننده چند و چون مناقصه ها و واگذاری پروژه های پتروشیمی وزارت نفت به پیمانکار. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشود این که فقط چهار قلم بگم خدمتتون، در یک روز چهار تا مناقصه بزرگ میدن به همین شرکت ساختگی پیمانکار که مال خودشونه، بیسکو که اخبارش هم دیدین، همش رحلت و فلان و بهمان اخبار شرکت. ببینین 28 فروردین 97 قرارداد راهبری تعمیر و نگهداری مخازن و اسکله‌ها پتروشیمی ماهشهر، اون بالا تاریخش رو نوشته 28/1/1397. خب قرارداد خدمات عمومی پشتیبانی و نقلیه بندر پتروشیمی ماهشهر، بازم 28/1/97. قرارداد تعمیر نگهداری تجهیزات و تأسیسات بندر پتروشیمی پارس عسلویه، 28/1/97. باز این یکی ببینیم بالاش 28/1/97. قرارداد خدمات عمومی و پشتیبانی و تخلیه بندر پتروشیمی پارس عسلویه. ببینین این حالا وقتی باشه شاید دوباره بریم روی این اسناد، همش امضای شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمیه. یه بار دیگه بریم یه بار دیگه این امضا رو ببینیم، همش 28/1/97 و امضا از یه طرف آقای کیافر رئیس حقوقی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی و از یک طرف امضای شرکت پیمانکار یعنی بیسکو، شرکت بندریاران سرامت، یعنی شرکت خودشون. ببینیم فقط یک قلم یک نمونه خدمتون عرض کردم، چهار تا قرارداد مهم و پولی هم که اینجا رد و بدل میشه تو این قرارداد نمینویسه، ننوشته. واقعا با این همه پولی که این وسط داره میچرخه بین دو شرکت خودشون، چند نفر هیئت مدیره، من نمیدونم چند نفر دیگه پشتشونن و دارن ازشون میخورن، این همه پولی که این وسط داره میچرخه از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گرفته میشه از دولت، این همه پولی که از این جیب به اون جیب میشه بین هیئت مدیره شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی و هیئت مدیره شرکت پیمانکاری بیسکو که چند تاشون یه نفر یعنی یکی‌ان واحدن، خریدن یک کولر واسه کانکس کارگرا سخته، سخته که نذارن حقوق کارگرا هر ماه با 10 روز تأخیر داده بشه، تازه اگر داده بشه 5 ماه حقوق عقب افتاده دارن کارگرای پتروشیمی، کارگرها که اعتراض میکنن به شرکت پایانه ها و مخازن، آقای شهریاری مدیر عامل میفرماین به ما ربطی نداره، بین سراغ پیمانکار، پیمانکار شرکت بندریاران سرامت بیسکوه، البته مال خودمونه ولی دفترش اونوره اونورتره، اسمش هم بیسکوه نه پایانه ها و مخازن. بریم اونجا Hadi.
26 دی ماه 1397 اعتصاب کارگران شرکت مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات پتروشیمی رامکو از اصلویه در اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه حقوق. این شرکت هایی که به اسمای مختلف تو اصلویه و پارس جنوبی و غیره فعالن، بیشترشون مال همین چند تا مؤسسه سپاه و ستاد اجرایی فرمان امامن. فقط یه مرور کوتاهی بکنیم ببینین این شرکت ها رو، سهامدارای شرکت های مختلف پتروشیمی: القدیر، موبین، پارسیان، ساتا، تامین اجتماعی نیروهای مسلح. بدیهی است که تو شرکت هایی که سهامدارشن همه یه جور عمل میکنن و کارگرای همه این شرکت ها یکسان زیر فشارن و اعتراض میکنن. همین پنجشنبه 27 دی 97 کارگرای پتروشیمی ساید دو اصلویه برای سومین روز پی در پی، یعنی از سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه سومین روزشون بود، اعتصاب کردن در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتادشون. امروز 27 دی 97 سومین روز اعتصاب نفرات پتروشیمی و بوشهر سایت دو اصلویه. خب ببینید، بعد از 9 سال حذف دادسرا، سال 1381 بود که اعلام شد دادسرا متفاوت با گذشته، با صلاحیت عام در رسیدگی جرائم عمومی و انقلاب ایجاد گردید. 2 سال بعد از احیای دادسرا، تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران ثبت میشه. هیئت مدیره میره زمین ها رو از بنیاد مستضعفان میخره. بنیاد مستضعفان هم که میدونه نامه زمین های غصبیه، اینو اونه. به هر حال زمین های طرف بومهن و پردیس. بعد میبینن کاربری ساخت و ساز نداره، 14-15 ساله دارن پولا رو میخورن. هیئت مدیره که هم قاضی هن و نه مسکنی نه زمین. بذارین مختصری از گزارش یکی از بازرسان تعاونی براتون بخونم. تعاونی مسکن دادسرای عمومی انقلاب تهران در تاریخ 16/4/83 تحت شماره ثبت 225962 با هدف تهیه زمین، ساختمان و آپارتمان‌های مسکونی، همچنین ارائه خدمات فنی، مهندسی، معماری و نقشه‌کشی و نظارت، ایجاد تأسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضا، خرید واحدهای مسکونی و واگذاری آنها به صورت نقدی یا اقساطی با سرمایه اولیه 11,444,000,000 به ثبت رسید که ننوشته تومان یا ریال، به هر حال 11.5 میلیارد. پیش از تشکیل شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی انقلاب تهران، با توجه به اینکه تهیه مسکن برای کارکنان و قضات یکی از اولویت‌های مدیران دادسرا بود، شناسایی و تهیه زمین جهت احداث مسکن آغاز شد. آنچه که در این روند مشکل می‌نمود، کثرت متقاضیان بود، به طوری که پس از تشکیل تعاونی مسکن اعضای آن حدوداً به 3000 نفر بالغ گردید. البته کلی زمین ها و سهم ها تو این 14-15 سال فروخته شده که معلوم نیست دقیقا چند نفرن که سند بی ارزش زمین دستشونه. واقعا من از 3500 نفر شنیدم تا 11000 نفر. این تجمع که می‌بینیم برای سهامداران و تعاونی مسکن دادسرای عمومی انقلاب تهرانه که نزدیک به 14 ساله پولای مردم گرفته تعاونی که بهشون زمین بده، ولی متاسفانه زمین بدون کاربری خریداری شده برای تعاونی که این خودش کلا برداریه و قاضیاشون هم بدون اینکه زمین ها کاربری داشته باشه به مردم عادی فروختن. نزدیک به 3500 تا قاضی تخلف کردن. پولاشون رفته، مسکن و زمینی هم در کار نیست. اعضای هیئت مدیره تعاونی مسکن دادسرا همه قاضی، بازپرس، یکی دو تا وکیل دادگستری. سرپرست تعاونی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، سرپرست تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران کیه؟ آقای محمود سالارکیا، زندانبان سابق،
معاون سابق مرتضوی دادستان تهران در امور زندان ها سالارکیا، هم دوره ای که اکبر گنجی زندانی بود، رئیس زندان بود، و هم سال 88 که حدود 300 نفر از خودیار گرفتن و عده ایشون رو به اعتراف اجباری تلویزیونی کشوندن، اصلاح طلب و اینا رو، و دور و بری های میر حسین موسوی اینا رو گرفتن. ایشون اون موقع معاون داستان تهران بود. این آدم سرپرست تعاونی مسکن شده تو اتحادیه اروپا، هم تحریمه. باری اعضای هیئت مدیره فعلی و قبلی تعاونی مسکن دادسرا، این که میگم قبلی و فعلیش فرقی با هم ندارن، حالا خواهیم دید. آقای سید کاظم شفیعی، آقای نادر محافظت کار سرشکه، آقای داوود آذرتاش شندی نمیدونم، به هر حال بازپرس دادسرای عمومی انقلاب، احمد ساراللهی فر، ایشون هم بازپرس دادسرای عمومی انقلاب، سید علی حسینی شیدا، بازرس تعاونی الان، حسین بختیاری دربالا، آقای عباسی، مراد عباسی عضو هیئت مدیره، آقای قربانیان عضو هیئت مدیره، آقای خلیلی نایب رئیس هیئت مدیره، اینا همه قاضی هن و معاون دادستان قاضی هن، طاهری عضو هیئت مدیره، و آقای دریانی که این آدم گوگوری مگوری، این رئیس هیئت مدیره قبلی بود، برای 14 سال رئیس بود این آدم. از پارسال جاشو کاظم شفیعی گرفته که عکسشو دیدین. کاظم شفیعی بازرس تعاونی بود. دو تا دلیل بگم که چرا این حضرات دستگاه عدل علی به قول خودشون دلشون میخواد عضو هیئت مدیره تعاونی بشن این قضات. یکیش به این دلیله که ماهانه رسما پول میگیرن، به هزار بهانه، از شرکت در جلسات بگیر تا رفتن فلان جا و اینا، بدون هیچ رضایتی از اعضا، البته آقایون قاضی هم هستن، چون هیچ گزارشی در کار نیست، هیچ کدوم از اعضا راضی نیستن که اینا ماهانه پول بگیرن. یه مثال بزنم تا روشن بشه. 80 میلیون تومان پول دادن به یه آدمی به اسم حسن مقدادی کاشانی به عنوان مشاور تعاونی. هیچ معلوم نیست این آدم چه کار کرده برای تعاونی و چرا بدون اطلاع اعضای تعاونی بهش پول داده شده 80 میلیون تومان. ماهانه برداشتی اعضای هیئت مدیره تا 25 میلیون تومان. معلوم نیست به چه دلیل، با رضایت کدوم عضو تعاونی. آقایون قضات که حکم شلاق صادر میکنین برای یا دست میبرین. یکی دیگر راهی که هیئت مدیره تا حالا کلی پول ملاخور کرده، فروختن زمینایی است که به اسم تعاونی دادسرا از بنیاد مستضعفان سال 83 خریده. ببینید زمین رو وقتی میخرن، طبق اسناد و گزارش اولیه بازرسان 274 هکتار زمین در سال 83 خریده میشه. تمام این اسناد در سایت و کانال تلگرامی همین تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران هست. بریم ببینیم. 274 هکتار زمین در سال 83 خریداری میشه و با گرفتن 1/3 از کل هزینه زمین و ساخت و ساز از هر نفر، قرار میشه که در دو فاز 1 و 2 پروژه انجام بشه. فاز 1 100 هکتار، فاز 2 174 هکتار، رو هم دیگه 274 هکتار. خب امروز هیئت مدیره تعاونی اعلام میکنه که فاز 1 87 هکتاره، یعنی 13 هکتار ملاخور شده. فاز 2، ببینید باور کن اینها، ببینید شیوه های دزدی، ایرانی‌ها بزرگترین مخترعین در شیوه های دزدی شدن در جمهوری اسلامی ایران. یعنی 13 هکتار کم شده از اون 100 هکتاری که خریده شده و ثبت شده و نقشه برداری نقشه هاش هست. 13 هکتار ملاخور شده از فاز 1. فاز 2 168 هکتار شده، یعنی 6 هکتار از فاز 2 کم شده. فاز 1 پردیس، فاز 2 بومه.
در مجموع 19 هکتار زمین ملاخور شده از زمینی که با پول سهامدار سال 83 خریده شده. کجا رفته؟ کم نیست 19 هکتار زمین، 20 هکتار زمین. اردیبهشت 96 بازرسان وقت تعاونی شفیعی و شیدا که شفیعی الان خودش شده همه کاره هیئت مدیره، بازرس بود. شفیعی و شیدا میرن ویلا دره گزارش تهیه میکنن، میبینن کلی ساخت و ساز داره میشه اطراف ملک تعاونی بی حساب کتاب، یعنی همون طور یارو مجوز ساخت گرفته میاد گرفته دیگه از هیئت مدیره خریده این تیکه ها رو، مجوز ساخت هم رفته گرفته میاد چند متر جلوتر تو ملک تعاونی که بی صاحب افتاده اونجا، میاد همینجوری یه تصرف میکنه، غصب میکنه، میاد جلو پی میکنه. من موندم، من بازرس و آقای شفیعی و آقای نورایی، ما موندیم که چطور افراد خارج از تعاونی، خارج از پروژه، حالا زمین صاحب زمین هم باشن اشکالی نداره، میان ساخت و ساز میکنن، حالا چه مجاز چه غیر مجاز، ولی متاسفانه وقتی که صحبت از تحویل زمین و اعضای تعاونی میرسه میگن نه مجوز نداره، نمیتونی خطرندی نمیتونی بکنی، کارشناسی داره، کارشناسی باید بشه. بازرسان وقت شفیعی و شیدا همطور که در گزارش تهیه شده دیدین، بله، به عنوان بازرسین منتخب تعاونی مسکن داستان عمومی انقلاب تهران در گزارش میدن به اعضا که میگن با توجه به اینکه با وصف تذکرات متعدد و اقدامات نظارتی انجام گرفته و مستندسازی‌های انجام شده از ناحیه بازرسان و اسناد و مدارک مورد بررسی قرار گرفته و موجود در دفتر تعاونی و همچنین اسناد و مدارک موجود در بنیاد مستضعفان و علارغم اینکه کراراً به صورت شفاهی و مکتوب به ریاست محترم هیئت مدیره جناب آقای دریانی، همون که همین شخص که 14 سال رئیس هیئت مدیره بود، به منظور طرح و تقدیم شکایت کیفری به دادسرای عمومی و انقلاب پردیس برای رفع تصرف و قلقم زمین‌های تعاونی از ید قاسبان بارها تأکید و تذکر داده شد، ولی متاسفانه همچنان با مقاومت مدیریت تعاونی مواجه هستیم و تا کنون نیز کوچکترین برخورد از ناحیه مدیریت تعاونی صورت نگرفته. لذا با توجه به فرجه یک ماهه مقرر در گزارش مورخ 8/8/96 بازرسین، چنانچه در جهت رفع اهمال و تخلفات انجام گرفته اقدام صورت نپذیرد و تا هفته آتی اقدام به قل و قم و رفع تصرفات قاسبانه در ویلا در صورت نگیرد، در راستای تکالیف محوله و قانونی بازرس ناچار به اقدام قانونی و طرح شکایت کیفری علیه مدیران تعاونی خواهیم بود. ارادتمند سید کاظم شفیعی و سید علی حسینی شیدا، بازرسان تعاونی مسکن دادسرای تهران، که شکایتی انجام نگرفت از طرف این بازرسان. چرا؟ چون همشون دستشون توی کاسه است. چرا؟ چون آقای شفیعی، آقای سید کاظم خان شفیعی، اون موقع که بازرس بودی این گزارش نوشتی، میرفتی این گزارش تهیه میکردی میدادی به اعضا، حالا تو شدی رئیس هیئت مدیره، چرا دیگه هیچ دنبال قضیه رو نمیگیری؟ یک بار هم دنبال نکردی دیگه، چرا؟ چی تو کاسه هیئت مدیره میذارن؟ شفیعی و سرشکه و آذرتاش و آتشکار هیئت مدیره فعلی هستند و بازرس ها سعیدی و شیدا، یکیشون بازرس فعلیه، یکیشون دوره قبل هم بازرس بوده، یعنی شیدا حسینی شیدا. شفیعی که بازرس بود دوره قبل اون گزارش نوشت و توپ و تشر که شکایت میکنم غیره، ایشون رفیق فابریک دریانی رئیس قبلی هیئت مدیره است، همون گوگوری مگوری شکم گنده که خودش حالا شده رئیس هیئت مدیره، همین دریانی که رئیس هیئت مدیره قبلی بود مدت 14 سال تا تونه زمینا رو فروخت و با دور زدن سهامدارا پولش رو ملاخور کرد. ایشون یکی از معاونین دادستانن که در سمت ریاست شورای حل اختلاف مشغولن. 14 سال تعاونی هیئت مدیره داشته از اینا، پارسال مثلا هیئت مدیره جدید میذارن ولی همونا و بازرس ها جاشون رو عوض میکنن، یعنی قبلی و فعلی نداره، یه باند قضات و دو سه تا وکیل دور و برشونن. 15 سال دستشون تو جیب کسایی که ماشین رو به گفته خودشون فرش زیر پاشون رو فروختن تا 6 ماه صاحب خونه بشن. بیاین
آقای نایب مدیره، هی جلسه بذاریم با پیمانکارا و هی بشینین بخورین و گپ بزنین، آخرش بعد 15 سال اینه نتیجه. 15 سال پیش پول گرفتین و خودتون خواستین که با پول سهامدارا اینجا رو بسازین و تحویل بدین، 15 سال گذشته، نتیجه آخه اینه. طبق اساسنامه ببینید، طبق ماده 24 اساسنامه، طبق ماده 42 اساسنامه تعاونی، ظرف 6 ماه نسبت به تعیین کاربری و تکلیف زمین‌ها به اعضا یا سهامداران باید اقدام می‌کردند این اشخاص، یعنی سال 83، و طبق ماده 50 اساسنامه تعاونی، چنانچه امکان احداث ساختمان برای اعضا یا سهامداران ممکن نباشد، هیئت مدیره مکلف است با موافقت کتبی اعضا یا سهامداران نسبت به تحویل زمین اقدام کند. من فقط اینو بگم که خب 14 ساله که اینا خلافکار و خاطیان و طبق ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت و سوء استفاده از سهام کردن و باید مجازات بشن. دستگاه عدل علی کجایی؟ بریم پرده آخر. اونطوری که آدم سرباز آب احتیاج داره، اون اصلا آب احتیاج داره. آدم اگه یه لیوان آب بخوره سیراب میشه، اصلا فقط باید آب بخوره تا سیراب شه. یک ساعت یا دو ساعت حداقل. درست؟ بردارید بخونید. تو مسیر رفتن به جنگ، آب آذوقه مسلمان‌ها 10000 نفر لشکر تمام شد. هوا هم گرم. گفتن یا رسول الله از دشنگی هلاک میشی. چقدر با آب مونده برسیم؟ گفتن دو سه منزل مونده. گفتن نمیکشه این لشکر، نمیتونه تو اونجا، تلف میشه. همه مایوس. یه وقت دیدن خاتم الانبیا فرمودن یغلبی‌ها رو بیارین، سفلا رو بیارین. 10000 نفر اومدن دور پیغمبر. اونجاتون رو بکنین 10 تا انگشت مقدسش خاتم الانبیا اینجوری باز کن. از هر انگشت پیغمبر مثل یه شالوله آب شیرین خوشگوار سرد می آوردن، سطلا رو پر می کردن از آب، مشکا رو پر آب می کردن. بشر اینا رو به چشمش دیده ها. شب روزگار خوش.